نخست از خود بپرسید من برای یادگیری خود چه کردم؟ سپس همچنان که پیشتر می روید بپرسید من برای کشورم چه کردم؟ و این پرسش را انقدر ادامه دهید تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که گویی سهمی در پیشرفت و اعتلای بشریت داشته اید. سلام، در برنامه امروز نگاهی داریم به یکی از بزرگترین دانشمندان جهان که نقشی بی‌بدیل در مبارزه‌اش با میکروب و تهیه واکسن داشت. کاشف نقش باکتری ها در بروز بیماری، کاشف واکسن هاری، مبتکر عمل پاستوریزه کردن در امنیت صنایع غذایی، صاحب ردیه علمی نظریه خلق‌الصائغ. بی دلیل نیست که در کشورهای سراسر دنیا میادین، خیابانها، دانشگاهها و مؤسسات علمی و پزشکی به یاد او نامگذاری شدند. لویی پاستور 1822-1895. هفته دسامبر 1822 لویی پاستور در دول از توابع ایالت ژورای فرانسه در خانواده یک گروهبان مستعفی ارتش شکست خورده ناپلئون به نام ژان ژوزف پاستور به دنیا آمد. در کودکی و نوجوانی استعداد خاصی جز در نقاشی از لویی نمی‌دیدند، ولی سوالات شگفت‌آورش از استادان او را در بین تمام دانش آموزان متمایز می‌کرد. پدر لویی علاقه داشت فرزندش آموزگار شود که بر اساس همین تمایل مسیر تحصیلش به دانشسراهای تربیت معلم سمت گرفت. اما در اواخر همین دوره رئیس دانشسرا که قابلیت‌های دیگری هم در لویی دیده بود او و پدرش را متقاعد می‌کند تا در علوم دیگری به تحصیل ادامه دهد. لویی جوان پس از تحصیل در دانشسراهای تربیت معلم به عنوان یکی از دانشجویان نمونه راهی پاریس می شود تا در مرکز علمی خاص دانشجویان برجسته شیمی یعنی کالج اکول تحصیلات خود را ادامه دهد. با ورود پاستور به دنیای شیمی صحت این تشخیص از جانب رئیس دانشسرای سابقش به اثبات رسید، چنانچه وقتی برای ارائه تحقیق پایان تحصیل روی ساختمان و ماهیت بلورها متمرکز شد، موفقیتش در این کار موجب اعتبار زیادی برای او در محافل علمی شد. دستاوردهای علمی پاستور مورد توجه ژان باپتیست بیو فیزیکدان فرانسوی قرار گرفت و او نتیجه این تحقیقات را پس از بررسی دقیق به آکادمی علوم فرانسه فرستاد. پاستور به اعتبار خلاقیت و استعدادی که از خود نشان داد در سومین سال دانشگاه به عضویت انجمن استادان درآمد و در سال 1847 موفق به دریافت مدرک دکترا شد. پاستور بلا فاصله پس از گرفتن مدرک دکترا در سن 26 سالگی به تدریس در رشته شیمی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه پرداخت و در ردیف دانشمندان این رشته جای گرفت. او همان سال از دولت فرانسه نشان لژیون دونور و مدالی هم از کالج سلطنتی تحقیقات انگلیس دریافت کرد. در اواسط دهه 50 لویی پاستور به پیشنهاد یکی از اطرافیانش در دنیای شیمی پا به عرصه میکروب شناسی و ایمنی شناسی گذاشت. او با انگیزه‌ای که در رفع مشکلات مردم داشت توانست در اولین گام شیوه جدید پاستوریزه کردن و امنیت در صنایع غذایی را ابداع کند. پس از آن این روش در جراحی پزشکی که تا آن زمان همواره با خطر عفونت برای بیماران همراه بود نیز مورد استفاده قرار گرفت. رد علمی نظریه خلق‌الصائغ.
پاستور در ادامه تحقیقات خود راجع به عمل تخمیر پی به این موضوع اساسی برد که تخمیر نتیجه فعالیت‌های موجودات میکروسکوپی و باکتری‌هاست و هیچ ماده‌ای خود به خود به وجود نمی‌آید، بلکه محصول کنش با کنش‌های مشخص درونی و بیرونی ماده قبلی. نتیجه موفقیت آمیز آزمایش‌های پاستور بر روی موادی مثل چغندر قند، سرکه، شراب، شیر و عصاره گوشت